سلام، ساعت 7 شد و باز هم تیم شام یک، خانواده شام یک، انجام عزیز، علی جان و الهام جان متحدتر، پرتلاشتر و امیدمندانتر و همچنان قویتر خدمت حضور تک تک شما خوبان قرار گرفتیم تا این برنامه شام یک را خدمت دیده های شما دوستان و عزیزان تقدیم کنیم. دوستان، همین تیم متحد شام یک، همین خانواده متحد شام یک آرزوی صحتمندی تک تک شما خوبان را داره و من خودم شخصا در تمنای این هستم که تک تک شما خوبان در زیر سایه رحمت و برکت و مغفرت خداوند منان قرار داشته باشین. تا رأس ساعت 8 خدمت حضور شما هستیم با محتوای جالب و جذاب و آموزنده ای که به شما خوبان در نظر گرفتیم. محتوای خیلی جالب دوستان شب داریم در برنامه که در بخش اول برنامه بخش پکیج معلوماتی هست و در بخش دوم برنامه بخش بینش اسلامی است که همکارم مهمان می داشته باشه، همچنان در بخش سوم برنامه بخش هنر است و در بخش پایانی برنامه تیم از نعت خان را در برنامه با خود داریم که تمامشان با شما یک نعت خیلی ها خوب و گوشنوازی را تقدیم خواهد کرد. پس دوستان شما از تک تک شما خوبان دعوت میکنیم که تا پایان برنامه شام یک ما را همراه باشید و از داشته های برنامه مستفید شوید. دوستان، ماه مبارک رمضان هست و ماه رحمت و ماه برکت، ماه تجدید پیمان ها و تازه نمودن میثاق که همه ما، خداوند همه ما را توفیق بده تا از این ماه استفاده بهینه را داشته باشیم، استفاده خیلی ها خوبی را داشته باشیم و همچنان خداوند قلبی که به ما در نخست یا در آغاز زندگی ما داده بود یا داده هست، قلب خیلی ها پاکی بوده و ما با مرتکب شدن هر لحظه گناه قلبمان را با خالهای سیاه رنگین و سیاه ساختیم کاملا. و این ماه مبارک رمضان ماه مغفرت است و ماه توبه است. ما باید در این ماه توبه داشته باشیم تا قلبی که در نخست خداوند به ما عطا فرموده بود دوباره همان قلب را به دست بیاریم. همچنان دوستان فراموشم نشه که در این ماه باید ما همه ما دستگیر باشیم، دستگیری وید از کسان و وید از دوستانی که به دستگیری نیاز داره. همه قسمی که شاعر خیلی توانا میگه که اگر استاده ای دست افتاده گیری، چقدر خوب میشه که در این ماه ما دستگیری داشته باشیم و هموطنان خوبمان را که در حالت فقر به سر میبرن دستگیری و یاری کنیم. دوستان، من زیاد پاره حرفی نمی کنم، پیام خیلی کوچک روانشناسی را با هم یک جا میبینیم و در ادامه از شما دعوت میکنم که با ما باشیم. در بخش پکیج های معلوماتی قرار داریم. امشب قرار است که روی یکی از خوراکی ها معلومات براتون داشته باشم که خیلی فواید زیاد داره. البته معلومات در مورد انجیر هست که انجیر یکی از میوه های پرخاصیت و خوشمزه است که هم تازه و هم خشکش استفاده میشه، نوش جان میشه، فواید خیلی زیاد داره. کسانی که دوست دارن لاغرشان میتونن که در بین وعده های غذایی خود از انجیر استفاده بکنن. ای باعث میشه که حالت سیری به خود بگیرن و دیگر تمایل نداشته باشن به اینکه غذا نوش جان بکنن و باعث میشه به مرور زمان وزن خود از دست بدن و همچنان باعث این میشه که از همو پیری پوست جلوگیری میکنه و همچنان از ریزش مو و در ضمنش باعث تقویت حافظه میشه و عملکرد مغز را بهبود میبخشه. برای کسانی که دیابت داره خیلی مناسب هست و همچنان باعث کاهش میزان قند خون میشه. فواید دیگه‌ش هم میریم روی بسته تصویری میبینیم. انجیر خشک و فواید آن. انجیر خشک نام گونه ای از تنقلات است که از خشک کردن انجیر تازه با لایه نازک از آرد برنج ارگانیک پوشیده شده است و این خوراکی خوشمزه علاوه بر استفاده در صنعت غذایی برای تولید خامه، نان، کیک و غیره به صورت خام نیز قابل استفاده بوده و برای ورزشکاران سرشار از کربوهیدرات، کلسیم، آهن و غیره بوده است. برخی از خواص انجیر خشک. انجیر خشک درمان کننده پوست و بیماری های گوارشی است
برای درمان کافی است که شب 12 عدد انجیر را در داخل یک گلاس آب بریزید و صبح ناشتا به مدت 4 هفته میل کنید تا درمان شوید. انجیر خشک درمان کننده نفخه و باد معده می باشد. انجیر خشک نسبت به انجیر تازه 5 برابر بیشتر کالری دارد. انجیر خشک دارای مقدار زیاد آهن می باشد. فواید انجیر خشک و تاثیرات آن. در مطالعاتی که سال 2016 صورت گرفت مشخص شد که تنها میوه انجیر دارای فایده نیست، بلکه برگ‌های این درخت هم تاثیر بسیار زیادی در کنترل انسولین و درمان بیماری دیابت دارند. علاوه بر این، عصاره انجیر می تواند با متعادل کردن اسید چرب خون و ویتامین ای در درمان دیابت مؤثر باشد. اگر دچار دیابت هستید، با پزشک خود درباره استفاده از انجیر صحبت کنید و دقت داشته باشید که انجیر تنها می تواند مکمل در برنامه غذایی شما باشد و جایگزین درمان‌های پزشکی یا آزمایش‌های مؤثر در درمان دیابت نیست. فواید انجیر خشک و تاثیرات آن برای زیبایی پوست. در طب سنتی از انجیر به عنوان داروی زیبایی و اکسیر جوانی یاد می شود. انجیر تاثیر بسیار زیادی در درمان اگزما دارد. بر اساس تحقیق ها و آزمایش های انجام شده، شیره درخت انجیر می تواند زگیل را بدون عوارض جانبی درمان کند. کسانی که مشکل لاغری صورت دارند، توصیه می شود روزانه یک مشت انجیر خشک میل نمایند که سرشار از انرژی است. فواید انجیر خشک و تاثیرات آن بالای سلامت مو. انجیر یکی از محبوب ترین ماده ها در ساخت شامپو، نرم کننده و ماسک مو است. این میوه رشد مو را تقویت کرده و رطوبت مورد نیاز مو را تامین می کند. وجود ویتامین های مغذی مانند مس، مگنیزیم، کلسیم، ویتامین های گروه بی و ویتامین سی تاثیر بسیار زیادی در سلامت مو خواهد گذاشت. علاوه بر این، انجیر در درمان ریزش مو هم مؤثر است و باعث تسریح در بهبود فولیکول مو می شود. بخصوص زنانی که در یاسگی دچار ریزش مو می شوند، با استفاده از انجیر می توانند این مشکل را برطرف کنند. برای درمان ریزش مو شما هر هفته 10 عدد انجیر خشک را در میان وعده خود میل نمایید که هم یک میان وعده عالی و هم برای درمان انواع بیماری ها مؤثر می باشد. بله دوستان، بسته تصویری را با هم دیدیم و سپاس از همکارانم به خاطر نشر این بسته تصویری. حالا هم یک رفت و برگشت کوتاه داریم، در ادامه با ما باشین.